صفحه چهارم فرم I-589 پناهندگی و اسایلوم آمریکا Part A 3 Information about your background. معلومات درباره سابقه کاری شما. List your last address where you lived before coming to the United States. آخرین آدرس را که شما زندگی میکردین کجا بود؟ If this is not the country where you are fear persecution, also list the last address in the country where you fear persecution. خلاصه تمامی جاهایی را که شما بوده باش داشتین اونا رو در پایین لیست بکنید. آدرس باشه، شهر لیست بکنید، پروینس و دیگه جزئیاتش. Number and street. کدام کوچه و جاده بوده؟ سیتی در کدام شهر بوده؟ در کدام ولایت بوده؟ در کدام کشور بوده؟ از کدام تاریخ تا کدام تاریخ شما در اینجا بوده باش داشتین؟ آخرین مورد شما اینجا نوشته میکنید. اگر آدرس سابقه قطر داشتید در اینجا نوشته میکنید. آدرس شما مثلا کوچه رسالتی برچی نوشته میکنید، کابل، در اینجا کابل نوشته میکنید، افغانستان، اینزی تاریخ تا اینی تاریخ. Do provide the following information about your residence during the past 5 years. 5 سال بوده باشه که شما داشتین اونا تاریخش و آدرسش را نوشته بکنید. List your resident address first. تازه تن آدرسی که شما بسرم برد او را نوشته کنید. Street number and street آدرس را نوشته کنید. City در کدام شهر، یعنی 5 سالی اخیر خود شما در اینجا لیست میکنید. در کدام شهر بوده، department province or state، در کدام ولایت بوده، در کدام کشور بوده، از کدام تاریخ تا کدام تاریخ. این تازه ترین مورد شما میشه، سال قبلی در کجا بودین، از او قبلی در کجا بودین، از او قبلی ها در کجا بودین، در اینجا نوشته کنید. بخش سوم میگه provide the following information about your education. معلومات درباره سابقه تحصیلی شما. Beginning with the most recent school. تازه ترین مکتب خود بالا جای نوشته کنید. That you attended. که شما در اون مکتب ها رفتین. مکتب بوده، دانشگاه بوده، هرچی که بوده نوشته کن. مثلا شما دوره ماستری را خلاص کردین. نام دانشگاه را نوشته میکنید. نوی دانشگاه را نوشته میکنید. پرایویت هست، پابلیک هست، خصوصی هست، دولتی هست، چیست. در کجا هست؟ کابل، افغانستان هست، آدرس را نوشته میکنید. از کدام سال تا کدام سال شما خواندید. بعد دانشگاه را نوشته میکنید. مثلا کابل یونیورسیتی نوشته میکنید. پابلیک یونیورسیتی در اینجا نوشته میشه و لوکیشنش کابل افغانستان است. از این تاریخ تا این تاریخ شما دوره لیسانس خلاص کردید. دوره مکتب خود نوشته میکنید، نام مکتب خود نوشته میکنید، این نوشته میکنید های اسکول و این جزئیاتش از کدام تاریخ تا کدام تاریخ. Provide the following information about your employment during the past 5 years. 5 سال سابقه کاری خود شما باید لیست بکنید. List your present employment first. آخرین موردی که سابقه کار شما بوده برده بالا نوشته میکنید. Name and address of employer. نام و آدرس استخدام کنید در نهایتی که شما در اونجا کار میکردین. تازه ترین شد در اینجا نوشته میکنید. سابقه ها را سابقه کاری خود شما میتونید در پایینش نوشته بکنید. نام و آدرس اون نهاد خود نوشته میکنید. وظیفه شما در اونجا، your occupation there، وظیفه شما چی بود، از کدام تاریخ تا کدام تاریخ، وظیفه قبلی شما چی بود، شغل شما چی بود و از کدام تاریخ تا کدام تاریخ، نهاد قبلی که کار میکردین چی بود، وظیفه شما از کدام تاریخ تا کدام تاریخ. در بخش پنجم میگه provide the following information about your parents and siblings, brothers and sister. معلومات درباره پدر و مادر خود و برادر و خواهر خود ارائه بکنید. Check box if person is deceased. اگر کسی فوت کرده به رحمت خدا رفته، اینی رو باز میتونید که چک کنید بفهمه که این نفر فوت کرده. نامش نام مادر خود نوشته میکنید. دیدین که اینجا نام مادر اول هست، بعد پدر هست. نام مادر، city, town and country of birth، در کدام شهر و در کدام کشور به دنیا آمده، آیا زنده هست یا نه، اگر زنده هست در کجا زندگی میکنه، مثلا در افغانستان. اگر فوت کرده بود میتونید ایره انتخاب بکنید. پدر شما نامش چی بود، نام کاملش نوشته کنید، نام تخلصش و در کدام شهر به دنیا آمده، آیا زنده هست یا در کجا زندگی میکنه، یک فوت کرده. سیبلینگز دیگه برادرای خود نوشته کنید، نام و تخلص کاملش اینجا نوشته بکنید، در کجا به دنیا آمده و اگر زنده هست فعلا در کجا به سر میبره، مثلا کانادا، استرالیا، هر جا که هست نوشته کنید.
این بود معلومات در صفحه دوم که درباره سابقه کاری و درباره بک‌گراند شما و درباره خانواده شما، اعضای فامیل شما بود.